بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما رفقای گل و نازنینم. خیلی مخلصیم آقا، امیدوارم که تا اینجا یه مقدار فیزیک یاد گرفته باشیم، ترسمون از فیزیک ریخته باشه، ببینیم که میشه تو درس فیزیک نتیجه گرفت و چیز خیلی خاصی هم نیست. همین کنکوری که گذشت چند تا از بچه‌ها صد زدن کنکورشونو، شاخودم هم نداشتن، همین چیزایی که ما گفتیم و یاد گرفتن، مثال عمل کردن، رفتن فیزیکو صد زدن و مطمئن باش تو هم میتونی اگر گام به گام با من بیای جلو. تو این قسمت میخوایم راجع به کار صحبت کنیم، مثال میخوایم حل کنیم، مثالهای خیلی خوب، کار تک تک نیروها رو چجوری با هم دیگه جمع ببندیم، اینکه هر کاری رو چجوری به دست بیاریم، یه مقدار روی سطح شیبدار، روی قرقره، اینکه قرقره چی کار میکنه برامون. عرضم به حضور شما اجسامی که چند تا جسم رو به همدیگه متصل کرده و با همدیگه قراره حرکت کنه، میخواییم راجع به اینها با همدیگه صحبت کنیم و مثال حل کنیم، بریم که خیلی کار داریم، بریم بهتر کنیم. بریم سراغ اولین تست این قسمت. سوال 13 میگه در شکل مقابل وزنه با سرعت ثابت نیم متر بر ثانیه به سمت پایین داره حرکت میکنه با سرعت ثابت، یعنی شتاب نداریم، یعنی F برایند برابر با صفر. کار نیروی F، کار این نیروه در مدت 3 ثانیه برابر با چند جول است. خب با من بیا، این غرغره تو ببین، تو باید نکته الان جزوه آموزش بغلت باشه نکته بنویسی. غرغره قراره چیکار کنه؟ ببین غرغره هیچ کاری برای تو نمیکنه الا یک کار، و اونم اینه که برای تو جهت نیرو رو داره عوض میکنه، جهت نیرو رو داره برای تو عوض میکنه. حالا ببین، یعنی اینجا وقتی به سمت پایینه غرغره اومده جهت رو عوض کرده، یعنی اینجا نیروی F به سمت بالا بوده، این اومده اینجا چرخیده جهت رو عوض کرده اومده به سمت پایین. مثلا یه دونه غرغره اینجا داری، این چسبیده به دیوار، من اینو دارم اینطوری میکشمش مثلا با نیروی F. خب اینجا طبیعتا نیروی F اینوریه، چون جهت این قراره عوض کنه غرغره. پس غرغره تنها کاری که میکنه جهت نیرو عوض میکنه، نه با مقدارش کاری داره، نه هیچ کار دیگه انجام نمیده. پس اینو بنویس که غرغره چیکار میکنه. میگه با سرعت ثابت، وقتی میگه با سرعت ثابت یعنی شتاب من برابر با صفره، صفر یعنی F توتال که برابر با ام آه. خب این آه شد برابر با صفر، در نتیجه F توتال یا F برایندم برابر با صفر. الان اینجا چه نیروهایی هست؟ یه دونه MJ هست، یه دونه F هست، این دوتا همدیگر رو باید خونسا کنن که بشه صفر دیگه. پس مقدار F با مقدار MJ باید با همدیگه برابر باشه که این و این از همدیگه کم بشه بشه برابر با صفر. پس F با MJ با هم دیگه برابره. خب من MJ رو دارم، M رو دارم چقدر؟ 1 کیلوگرم. G هم گفته بگی برابر با 10 میشه 10 نیوتن، این میشه نیروی من. حالا گفته کار این نیروه چیه؟ میگم W مگه F ضرب در D ضرب در کوسینوس تتا نبود؟ میگی چرا؟ میگم خب الان F شد چقدر؟ 10 ضرب در دی. خب آب دستته بذار زمین موش. این دیه چقدره؟ این تو در این حد ظاهر شو به من بگو دی چقدره، نگی جفا اومدم صورته، دی چقدره؟ خب تو طبیعتا نمیدونی، تو مزار شریفی. مفهوم سرعت چیه؟ مفهوم سرعت وقتی میگم سرعت من مثلا هست 2 متر بر ثانیه یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا در 1 ثانیه قرار 2 متر جابجا بشم. مفهوم سرعت اینه دیگه، در 1 ثانیه 2 متر قرار جابجا بشم. حالا اگر 4 ثانیه من به حرکتم ادامه بدم چقدر جابجا میشم؟ تو میای 2 رو ضرب در 4 میکنی میشه 8 دیگه، درسته؟
یعنی میخوای این کارو کنی، میخوای تو اینو بگی x برابر با سرعت ضرب در زمان. خب ما که اصلا سینماتیک بلد نیستیم، سینماتیک رو که اصلا حذف کردیم، یه مقدار به مغزمون فشار می آورد، ما فقط این مغز رو گذاشتیم برای کلش رویال، اینو گذاشتیم اونجا هی اتک بدیم وار اینا. آره خب پس جا به جایی تو خودش گفته، گفته در هر ثانیه نیم متر جا به جا میشه، چون گفته سرعتش برابر با نیمه. چقدر حرکت کرده؟ 3 ثانیه میشه 1.5 متر. پس اینجا جا به جایی میشه 1.5 ضرب داره کوسینوس چند؟ من کوسینوس این زاویه رو اینو بذارم یا اینو بذارم، یعنی کوسینوس 0 رو بذارم یا 180 رو بذارم؟ خب خب بنده خدا من به تو گفتم غیرغره فقط جهت نیرو داره عوض میکنه، تو اگه مریضی با این بذاری، با اینی که تغییر پیدا کرده، ولش کن اینو، من این بچه آدم رو این دارم بحث میکنم، من همینو دارم در نظر میگیرم. قرار جسم بیاد پایین، قرار جسم اندازه 1.5 متری که در آوردم بیاد پایین، ولی این نیرو به سمت بالاه، پس میشه کوسینوس 180 درجه که میشه منفی 1 برابر با منفی 15 جول گزینه سوم. سوال بعدی میگه در صفحه X و Y، خب تو طبق معمول قفل کردی X و Y نمیدونی چیه، او X و Y هم میخواد بگه در یه صفحه دو بودی، به جسمی نیروی F برابر 2i به علاوه 4j وارد میشود. این سوال همه این سوال رو برای قفل شدن تو داره، اینا قفونه دیگه کسی کاری به کارت نداره، ولی چیزی نیست که میگه 2i و 4j، به جای اینکه بهت اینطوری بده خودش اومده تجزیه کرده 2i و 4j. حالا با هم دیگه میبینیم، اگر بردار جابجایی جسم به صورت 2i و منفی j باشد، کار نیروی F در جابجایی R برابر با چند جول از تمام واحدها در SI هستن. خب بیا با هم دیگه حلش کنیم. سوال 14 ببین میگه که F چیه؟ برابر با یه دعای به علاوه 4J. این آی و جی و اینا رو یادته بهت گفته بودم، به اینا میگم بردارای یکه، یعنی این که مثلا من بیام یه دونه دستگاه مختصاتی بکشم به اینجا میگن آی، به اینجا میگن جی. مثلا وقتی که طول اینجا 4 باشه نمیاد بگه 4، چون واحد خود این یکه یکه، میگه آقا واحد مثلا اینجا بشه 4i، یعنی مثلا اینطوری اینو میگه برابر با 4i، که آی تو بدونی روی محور ایکس هاست و ایگرگ هاست، جی هم رو محور ایگرگ هاست. یا مثلا اگه بخواد بگی آقا یه برداری به طول 5 مثلا 5 روی وایا، دیگه نمیاد بگه 5، اینطوری میگه 5 J که تو بدونی روی محور وایاست. این میشه این، یعنی الان وقتی گفته 2i و 4j یعنی 2i اینوری و 4j اینوری. همین آر رو بهت داده، چقدر آر میشه 2i منهای j. ببین این در راستای، ببین این الان i، اینم J، این در راستای آی، در راستای آی یه دو نیوتون نیرو وارد کرده، 2 متر هم جابجا شده، در راستای جی هم 4 نیوتون وارد شده، منفی 1 جابجا شده. حالا من اگه بخوام بنویسم، اول در راستای آی رو دارم مینویسم، در راستای آی من یه دونه W اینجا می نویسم در راستای X یا همون آی ها، نیروم چقدره؟ 2 ضرب داره، جا به جاییم چقدره؟ 2 ضرب داره، کوسینوس تتام چقدره؟ خب این که 2i، اینم 2i، 2i با 2i پس میشه کوسینوس 0 که میشه برابر با 1، این برابر میشه با 4. حالا کار در راستای ایگرگ رو من دارم در نظر میگیرم یا همون جی ها، برابر میشه با
نیروم چقدره؟ 4 تا به سمت بالا، چون گفته 4 جی پس میشه 4 تا. ضرب در جا به جاییم چقدره؟ 1، چون گفته 1 جی. فقط کوسینوس چه زاویه‌ای رو باید بذارم؟ کوسینوس چه زاویه‌ای بذارم؟ ببین این نیرو به سمت مثبت 4، جابجایی به سمت منفی 1. درسته؟ منفی 1 مثبت 4. پس کوسینوس اینا کوسینوس 180، پس میشه منفی 1، که اینجا میشه منفی 4، که مثبت 4 با منفی 4 با هم دیگه جمع بشه، چون کار دیگه اسکالره، دیگه عددی، دیگه برداری که قرار نیست با هم دیگه جمع بشه، میگه برابر با کل اینا چقدره؟ اینو با این جمعش میکنم، پس مجموع اینا برابر میشه با 0. گزینه 4. حالا شکلش هم تو بخوای میتونی بکشی؟ شکلش این شکل، یه دونه دو اینطوری نیرو وارد کردم، یه دونه 4 اینطوری نیرو وارد کردم، یه دونه اندازه عرضم به حضور شما که 2 متر جابجا شدم، اینا جابجا، اینا نیرو، یه دونم منفی جی دوباره جابجا شدم، منفی 1. این در این ضرب میشه، اینم در این ضرب میشه دیگه. چرا؟ چون گفتیم همیشه مقدار کار میشه اون نیروه در راستای جابجایی. این رو این تاثیر نداره که این نیرو در راستای جابجایی، این نیرو در راستای جابجایی، که با هم دیگه جمع کنیم میشه برابر با 0. بریم سوال بعدی ببینیم. سوال بعدی میگه مطابق شکل زیر جسمی به جرم 2 کیلوگرم از نقطه آ تا نقطه B توسط نیروی F جابجا شده. یعنی اینو گرفتیم کشیدیم تا بیاد برسه به نقطه B. اگر بزرگی نیروی استکاک در مقابل حرکت جسم 10 نیوتن باشد، کار کل انجام شده در این جابجایی چند ژول است؟ آقا دانش آموز هم میگه آقا ما سطح شیبدار از کتاب ما هست شده. میگم باش خب چیکار کنم؟ میگم مگه سطح شیبداره؟ همه چیو بهت داده بنده خدا، اینو بهت داده، اینو بهت داده، این 10 نیوتن رو بهت داده، اینو به تو میتونن تو کنکور بده، این اصلا ربطی به سطح شیبدار نداره، همه چیشو به تو داده، مفاهیمیه که تو کتاب اومده، قشنگ میتونه بهت بده، پس یاد بگیر، پس قشنگ یه کاری کن تو ذهنت حک بشه. بیا با هم دیگه حلش کنیم. این شکل رو به ما داده، چه خوشگله. خب تو سطح شیبدار بلد نیستی، از روی سوال میپری میری سوال بعدی رو حل کنی، میبینی اونم بلد نیستی، بعدی هم میبینی اونم بلد نیستی، اونجاست که میخوره تو ملاجت. خب و تویی که دیگه این فیلم ها رو داری میبینی دیگه، باید برای سد فیزیک بری سر جلسه دیگه، همین کنکوری که گذشت چند تا از بچه ها سد زدن، خب شاخ نذاشتی که طرف همین یاد یاد گرفته، چون خودش هم تست زده دست به قلم شده، خیلی مهمه، دست به قلم شده، رفته سر جلسه هم همونا رو اینا اومده دیده، یکم تغییر دادن زده اومده زد هم هیچ. حالا میگه کار کل W توتال. آقا W توتال، یکی میگه حسن کچل کچل هستن، یا بیا کار تک تک نیروها رو حساب کن با هم جمع کن، یا بیا نیروها رو همه رو رسم کن با هم برایند بگیر و کار رو به دست بیار. من با این کلا بیشتر حال میکنم. W های توتال میشه W تک تک نیرو. اینجا چه نیروهایی داره به من وارد میشه؟ بگو در این حد ظاهر شو که بدون چه نیروهایی وارد میشه. یه دونه MJ داره وارد میشه، باشه، یه دونه این نیرو است، این داره وارد میشه، یه دونم F استکاک داره وارد میشه، هم در همین حد دیگه، نیروی دیگه ای که ندارم، که ندارم، پس میشه یه دونه W F این 30 نیوتونه به علاوه یه دونه W این استکاکه، یه دونم W M J، تک تک اینا رو باید حساب. W خودش میشه در حالت کلی چی؟
F ضرب در D در کوسینوس تتا. حالا من W F رو به دست بیارم. W F. خب این میشه F ضرب در. چقدر جابجا شده؟ چقدر جابجا شده؟ ببین این یکه، این چقدر جابجا شده؟ تو در این حد بدون که این برابر چقدره، ولی از اونجایی که تو خیلی تو مخی من برات به دست میارم. به این تو دهات ما میگفتن وتر، میگفتیم آقا سینوس زاویه سینوس آلفا میشه چی؟ میشه ضلع مقابل به وتر. ما اینو تو دهات ما اینو میگفتن، حالا تو دهات شما چی میگن نمیدونیم. سینوس سی میشه ضلع مقابل که یکه به روی وتر x. سینوس سی چنده؟ یه دوم برابر با یک به روی x. تو اینم نمیتونی به دست بیاری انقدر تو مخی. x برابر با دو متر. پس اینجا وتر من میشه دو متر. این ببین صد دفعه بهت گفتم نیرو ضرب در جابجایی همراستا، پس میشه نیرو ضرب در این میشه سی ضرب در دو ضرب در کوسینوس چه زاویه‌ای؟ خب مگه از آ تا ب نرفته؟ یا از ب... از نقطه آ تا نقطه بی بر رفته بالا دیگه، از آ رفته به بی. پس این نیرو اینم جابجایی، پس میشه کوسینوس صفر درجه. کوسینوس صفر که میشه یک، میشه دو ضرب در سی برابر با 60. این دبلیو اف. حالا بریم دبلیو استکاک برابر با خودش مقدار نیرو رو بهت داده، بزرگی نیرو برابر با 10 باشه، برابر با 10 ضرب در چقدر استکاک. دوباره این وریه هم راستای جا به جایش میشه چی؟ میشه همین ضرب در دوباره دو متر ضرب در. حالا کوسینوس شن استکاک این وریه، جا به جایی اون وریه، پس میشه کوسینوس 180 که میشه منفی 1 برابر میشه با منفی 20. معمولا تو کتاب شما که دیگه همیشه کار نیرو استکاک منفیه، ولی این همیشه صادق نیستا. بهت گفتم دوتا جسمو که بذاری رو هم دیگه کار نیرو استکاک دیگه منفی نیست، این تنها حالتیه که کار نیرو استکاک منفی نیست. یه دونم دبلیو ام جی رو بنویسم. قبل از اینکه دبلیو ام جی رو بنویسم، برای بچهای کنکوری اگر این نیروی استکاک رو بهم نمیداد، این دهه رو نمیداد، چیکار میکردم؟ برای بچهای کنکوری میگفتم خود افکا میشه میو کا ضرب در ان، درسته؟ ضریب استکاک رو بهت میداد، ان رو تو باید اینجا به دست می آوردی که ان از اینجا در می اومد چقدر؟ ام ژ کوسینوس آلفا. اینو بلد باش، ام ژ کوسینوس آلفا. تجزیهش هم کنی همینه، یه ام ژ به سمت پایینه، ام ژ سینوس آلفا، ام ژ کوسینوس آلفا که میشه ان ای ضرب در میو کنی اف کا رو بهت میده. برای بچه های کنکوری ها تو دهمی اصلا گوش شدیم هیچ هیچ. خب دبلیو ام جرم بنویسیم. نیروی کار نیروی وزن از چرا بته به دست میمون؟ کار نیروی وزن، کار نیروی وزن در این حد ظاهرشو کار نیروی وزن از چرا بته به دست میمون؟ آقا مگه ام جه هاش نبود؟ تو میگی من یادم نیست امجه هاش. خب میگم ولش کن تو، همینو که بلدی. افش چیه؟ میگی امجه. خب چقدر جا به جا شدن؟ زه اچ ضرب در کوسینوس آلفاش هم که میگفتیم دیگه، حالا الان بهت دوباره میگم. ام هم چقدره؟ دو کیلوگرم. دو ضرب در ده چقدر جا به جا شدم؟ تو بیا اینو بذار، اینو بذار که بخوره تو ملاجت بابا. چیگه من یه نکته رو چند دفعه بهت بگم خدا وکیلی. یه نیرو رو که میخوای کارشو دست بیاری ببین در راستای خودش چقدر جا به جا شده. این الان در راستای خودش میشه این، این الان با این همراستاست، این که دیگه الان با این همراستا نیست که، همراستای این میشه خود این، میشه یه متر داره جا به جا میشه، یک متر مساویه با فقط
الان ام جی به سمت پایین، این داره میره به سمت بالا، یعنی کوسینوس 180 هم درش ضرب میشه. کوسینوس 180 که میشه منفی 1، این کلش میشه کل نیروی وزن که با دبلیو نشونش میدن، میشه چقدر؟ 20. یه دونه هم منفی داریم، منفی 20. اینم از این، یه دونه 60 یه منفی 20 با یه منفی 20، همه اینا رو که با هم دیگه جمع کنم 60 منهای 20 منهای 20 که میشه برابر با 20 ژول. گزینه دوم. سوال بعدی میگه مطابق شکل سه جسم با تناب به یکدیگر متصل شدن. خب سه تا جسم داریم، تناب داریم، یه سطح عجب غریبی داریم، و تو لپتاپ و کامپیوتر رو ببند خاموش، شب بخیر. جرم ام 3 به اندازه 40 سانتی متر به طرف پایین حرکت میکنه، کار نیروی وزن هر جسم در اینجا به جای کدام است؟ ببین از چند تا راه مختلف میخوام برات حل کنم، قشنگ گوش رو این به چی میگم. اول رد گزینه برای بچه‌هایی که روی درصد 100 خودشون رو بستن با من بیا. ببین وقتی که این قرار جا به جا بشه، قبول دارین M2 فقط اینطوری اینطوری داره جا به جا میشه، حالا اینم قراره M3 به طرف پایین بیاد، پایین قطعا میاد این بر. در راستای نیروی وزنش که نیروی وزنش به طرف پایینه اینطوریه، اصلا جا به جا این میشه؟ نه. پس نیروی وزن این M2 برابر با صفره، پس یا اینه یا این، این دوتا حذف میشه، گزینه 1 و 2 حذف شد، موند گزینه 3 و گزینه 4. خب ببین از رد گزینه اینو میتونستی بزنی، حالا از یه جور دیگه هم بین 3 و 4 اگر مثلا یکی از اینا مثبت بود، یکی از اینا مثبت بود، یکی مثبت یکی منفی، میگفتی که این داره میره به سمت بالا، جا به جایی به سمت بالا، نیرو وزن به سمت پایینه، پس کار این قطعا منفیه و کار این قطعا مثبته، که حالا چون هم اینجا جفتش منفیه هم اینجا جفتش مثبته، دیگر رد گزینه نمیشه اینو زد، اینو باید بفهمیم که برابر با چقدره. خب بریم پای تخت حلش کنیم. این از شکل تو جرمارم بهت همه رو داده، کار نیروی وزن رو میخواد. آقا کار نیروی وزن، کار ام جه، ببین این خودش دبلیو ها، این وزن نیست، این ام جه، این کار نیروی وزن میشه چی؟ آقا تو اون اف دی هم بنویسی همینه، اف دی کوسینوس تتا، خود این اف میشه ام جه، این دی هم میشه خودش اچ، چون داره در راستای ارتفاع عمل میکنه، پس میشه ام جه هاش. کوسینوس تتا هم حواست باشه، اگه این داره میاد پایین، چون هم نیرو به سمت پایینه هم جابجایی، میشه مثبت 1، اگر که این داره میره به سمت بالا ولی نیرو به سمت پایینه، ام جی که همیشه به سمت پایینه، این داره میره به سمت بالا، پس میشه من کوسینوس 180 که میشه منفی 1 ام جیش. خب برای اینو من بنویسم، ام اش چقدر؟ 2 ضرب در 10 ضرب در اچ چقدر؟ من میدونم که این قراره 40 سانت بیاد پایین. ببین خب من 40 سانت برای این میدونم، برای این هم میدونم چیه؟ بگونم، حالا بگونم چی؟ این مرد عنکبوتی نیست کش بیاد که این 40 سانت بیاد پایین، هم 40 سانت باید بره بالا دیگه، این هم 40 سانت میاد بالا، این هم 40 سانت میاد این وقت دیگه، اینا رو دیگه عقل اینا به شعور، تو فیزیک بلد نیستی، شعور که داری، پس میشه 40 سانتی متر، میشه ضرب در 40 سانتی متر رو باید به اس آی 14 تبدیل کنیم، میشه 14، این ضرب در این بشه میشه 4 دو 4 تا 8 تا، فقط منفی یا مثبت داره میره سمت بالا، ام جی این به سمت پایینه ولی داره به سمت بالا جابجا میشه، پس میشه منفی 8 جول، پس میشه گزینه سوم. حالا برای اینم حساب کنم، برای این، حالا اینو برای جرم 1، برای جرم 3 حساب کنم، دوباره همونه دیگه، امش که چقدره؟ 3 کیلوگرم ضرب داره 10 ضرب داره 14، فقط مثبت هم هست دیگه، چرا؟ چون هم ام جی این به سمت پایینه
هم جا به جاییم به سمت پایینه، میشه این با اون میرسه 4 تا 12 تا. دیدی گزینه 3 کاملا درست بود. حالا این چی؟ این ام ژ هاش برای جسم 2 دارم مینویسم. ام ژ چقدره؟ 3 کیلوگرم. ضرب در 10. ضرب در اچ هم چقدره؟ در راستای نیروی وزن که اینطوریه، اصلا جابجا شده؟ نه، فقط اینطوری داره جابجا میشه، اینطوری داره جابجا میشه، نیرو اینطوریه. پس میشه کوسینوس 90 که میشه برابر با 0. کوسینوس 90 که میشه برابر با 0، اینم میشه 0. حالا دیگه از اینجا به بعد بچهای دهم گوشاشون رو اینطوری بگیرن. گوشتو بگیر، برای بچهای کنکوری میخوام یادآوری کنم. آقا یادآوری میخوایم کنیم. کنکور همون که تو ازش میترسی ولی هیچی نیست. کنکور دیگه یه مرحله ای از زندگیه که هیچ اتفاق خاصی هم نمیافته. اگر این 40 سانتیمتر رو بهت نمیداد باید چیکار میکردی؟ این 40 سانتیمتر رو بهت نمیداد، مقدار جابجایی تو نمیتونستی بگی. خب ببین دارم میگم برای بچه های کنکور دارم میگم و قشنگ گوش کن، توی کنکوری گوش کن ببین دارم بهت چی میگم. طبیعتا با سرعت بیشتری میخوام بهت بگم، چون دیگه تو دهم نیستی، باید سرعت یه مقدار بیشتر باشه. ببین اگه اینجا یه جسم باشه، وقتی که مثلا این باشه 3 کیلوگرم، این باشه، اینم باشه 3 کیلوگرم، اینم باشه مثلا 2 کیلوگرم، حالا مثلا این باشه 1 کیلوگرم بر فرض مثال، اینم باشه 1 کیلوگرم، فرق نمیکنه که. من میگم این یه ام ژ به سمت پایین داره، میخوام اینطوری بنویسم که آقا اف برابر با ام آ. این اف رو من دارم، باید حساب کنم. حالا اگر استکاک داشت یه استکاکی هم به این وارد میشه، پس میشه یه دونه محرکان میشه چی؟ میشه سی ام ژ سی منهای استکاک این، که استکاک این میشه چی؟ میو در ان، انش که هست 10، چون ام ژ هست 10، میورم مثلا بگی برابر با 1/10، درسته؟ میشه 1/10 ضرب در 10 که میشه برابر 1. یه دونه ام ژ اینه که میشه یه دونه منهای 10 هم این داره، میشه 11، میشه 19، میشه 19 نیوتن. تو نیروی محرکه تو به دست آوردی، درسته؟ میشه 19 نیوتن. این مساویه با ام آه. ام کله چقدره؟ 3 1 1، میشه چقدر؟ 5 تا. پس به جای این ام میذارم 5، آ از اینجا به دست میاد چقدر؟ آ از اینجا به دست میاد 19/5، درسته؟ حالا من تقریبا اینو اگه 31 بگیرم، اینو مثلا بگیرم برابر با 3.1 کیلوگرم، اینجا بشه 20 که عددم روند در بیاد، که یه علتی داره. البته امش دوباره به دست امش دوباره، حالا اینجا میشه 5.1. حالا تو فکر کن اینو من تقریبا میگیرم برابر با 4 متر بر مجذور ثانیه. ببین میاد میگه آقا وقتی که این مجموعه را افتاد مثلا 2 ثانیه این داره حرکت میکنه، 2 ثانیه کل زمان حرکت منه، در نهایت هم داره راجع به نیروی وزن با تو صحبت میکنه. خب تو 2 ثانیه میدونیم، شتابت هم به دست آوردی. به میخوام یه دونه نکته بگم، وقتی که شتابو داری زمانت هم داری، در ثانیه اول جسم تو اندازه آ دوم به علاوه وی صفر حرکت میکنه، در ثانیه بعدی وی صفر به علاوه 3 آ دوم داره حرکت میکنه، در ثانیه بعدی وی صفر به علاوه 5 آ دوم حرکت میکنه. خب تو 2 ثانیه است، این که میشه از حال سکونه، پس وی صفر میشه 0، آ میشه چقدر؟ 4 دوم میشه 1 متر اینجا جابجا شده، یه دونه 6 متر هم اینجا جابجا شده. یه نکته دیگه بر اونایی که واقعا میخوام فیزیک یاد بگیرن، واقعا فیزیک برای همکارای عزیز خودم، قدر نسبت اینجا یعنی مقداری که این داره اضافه شده اندازه همین شتاب است. ببین 2 به علاوه 4 میشه 6، یعنی در ثانیه بعدی ما 6 به علاوه 4 10 متر قراره که جابجا بشیم.
این از این. یه 2 متر اینجا جابجا شدم، یه 6 متر اینجا، پس کلا چند متر جابجا شدم؟ 8 متر. یعنی انگاری که این 8 متر اومده پایین و این 8 متر اومده اینور و این 8 متر اومده بالا. دوباره این حالت قبلی شروع میکنیم به نوشتن کار و اینها، امجه اینا رو به دست میاریم، تموم میشه میره. اینم از یه حالت کنکوریش که برای بچه های 12 خب طبیعتا هیچ کدوم از اینا رو نمیدونن چیه، نبایدم بدونی چیه. اینم از این.